با درود به بینندگان عزیز تلویزیون ایران فردا، یک بار دیگه در خدمتتون هستم با آن سوی خبر و در اون مجموعه از خبرها رو به نوعی دیگری بهش نگاه خواهیم کرد. زمانی که آقا محمد خان قاجار بعد از شکست حریفان خود به ویژه شاهزادگان زند تهران رو به پایتختی انتخاب کرد، هیچ کس باور نداشت در کمتر از دو قرن تهران به یکی از بزرگترین پایتخت‌های جهان تبدیل شود، پایتختی که در آن جمعیت در خود میلولد، اتومبیل‌هایی که با دود بسیار آلوده شهر را تبدیل به شهری در حال خفقان کردن در مخیله آقا محمد خان هم نمی گنجی. از دیرباز، تقریبا از 40 سال قبل، مسئله تغییر پایتخت تقریبا در همه دولت ها مطرح شده است. فرقی نمی کند که در رأس دولت آقای دکتر امینی بود یا مهندس بازرگان یا موسوی و یا سید علی آقا خامنه ای که نایب امام زمان هم هست و لابد می تواند در جام بلور خود نگاه کند و فردای مصیبتبار پایتخت را ببیند. به هر روی آقای احمدی نژاد میخواست پایتخت را عوض کند، اما خودش عوض شد. آقای خمینی میخواست قم را پایتخت جهان کند. دکتر بختیار به او پیشنهاد کرده بود برای یک واتیکان میسازم، زیر بارش نرفت، خود را درگیر کرد. قم هم پایتخت نشد اما به استان تبدیل شد. حالا بار دیگر در زمان دولت لبخند و امید و شادی و معانقه با شیطان بزرگ، بحث تغییر پایتخت به میان آمده است. آقای روحانی در دیدار با مجمع نمایندگان شهرستانهای استان تهران با بیان اینکه موضوع انتقال پایتخت قابل بررسی است، گفتن ممکن است 15 سال طول بکشه، یعنی به عمر ماها نمیرسد، ممکن است به عمر آقا مجتبی برسد، بنابراین نباید نسبت به حل مشکلات استان کوتاهی شود. پایگاه اطلاع رسانی دولت از آقای روحانی نقل کرده است که ایشان با اشاره به مشکلات و معضلات استان تهران به انتقاد از صدور مجوزهای ساخت ساختمانهای مرتفع بر روی کسلهای این شهر اشاره کرد و گفت وزارت مسکن و شهرسازی باید به این گونه مسائل رسیدگی کند. آقای کرباسچی آمد تا چهره تهران را تغییر دهد. باغ‌ها رفت و در کوچه های 10 متری آسمان خراش ساخته شد. تهران به یک هیولا شهر تبدیل شد. در نظر اول خیلی ها که می روند، آقا عجب اتوبان ها، موتوروی ها، جاده کمربندی، تمام پروژه هایی که در زمان شاه قرار بود اجرا شود بدون آنکه به ترکیب پایتخت دستی بخورد. قرار بود الهیه سر جایش بماند، پل رومی باشد و آن باغ‌های مفرح. نسیمی که از شمیران به پایتخت می‌وزید معطر بود، حالا نسیم آلوده به دود است و گازوئیل. در این میان دکتر اصغر محمدی فاضل رئیس دانشگاه محیط زیست در همایش محیط زیست با اشاره به اینکه موضوع ریزگرد و گرد و غبار امروز به یکی از مهمترین مسائل کشور در حوزه محیط زیست تبدیل شده، میگوید بررسی های ما از میکروفوسیل های موجود در ریزگرد و گرد و غبار موجود در کشور نشان میدهد که این گرد و غبار از منطقه شاخ آفریقا با استفاده از جریان هوا وارد کشورمان شده است. وی افزود این ریزگردها از مناطقی که در آن از اورانیوم ضعیف شده استفاده شده وارد ایران می شود. در عراق هم که کاملا تایید شده که از اورانیوم ضعیف شده استفاده شده است. به این ترتیب می توانیم نتیجه بگیریم که احتمال ورود غبار آلوده به اورانیوم وجود دارد. غبارهای کشور ما آلوده به همه چیز هم هستند و بزرگترین آلودگی آنها همین است که در اهواز و تهران و اصفهان و دیگر شهرهای بزرگ کلان شهرها مشاهده می. از ژنو چه خبر؟ عباس عراقچی معاون وزارت خارجه، مذاکره کننده ارشد هسته ایران، به خبرگزاری ارنا میگوید که درباره زمان و مکان دور بعدی مذاکرات هنوز توافق قطعی نشد.
البته صحبت از نیویورک است. پیش از این یک منبع نزدیک به مذاکره کننده هسته ایران اعلام کرده بود که مذاکرات میان ایران و گروه پنج به علاوه یک به منظور دستیابی به توافق نهایی اواخر بهمن ماه در نیویورک برگزار می شود. توجه شما را به گزارشی در این زمینه جلب می کنم. معاون امور حقوقی و بین الملل وزیر امور خارجه در گفتگو با خبرگزاری جمهوری اسلامی ایرنا درباره دور بعدی مذاکرات اتمی ایران گفت در مورد محل و تاریخ شروع دور بعدی مذاکرات هنوز توافق قطعی صورت نگرفته است. وی تصریح کرد رایزنی ها برای تعیین زمان و مکان مذاکرات ادامه دارد. در همین راستا سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا هم شب گذشته دور بعدی مذاکرات بین محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران و کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا را تایید کرد. جن ساکی در جمع خبرنگاران و در پاسخ به سؤالی در خصوص مذاکرات آتی اشتون و ظریف که قرار است اواخر بهمن ماه در نیویورک برگزار شود با تایید این مطلب گفت این نشست به پیشنهاد کاترین اشتون و وزیر امور خارجه ایران برگزار خواهد شد. وی تاکید کرد هنوز تاریخ دقیق برگزاری این نشست مشخص نشده است. بر اساس گزارش رسانه‌های داخلی ایران این دور از مذاکرات با حضور محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران و کاترین اشتون مسئول امور سیاست خارجی اتحادیه اروپا انجام خواهد شد و قرار است که موضوعات اساسی میان ایران و پنج به علاوه یک تعیین تکلیف شوند. گفتگوهای قبلی طرفین در ماه نوامبر منجر به توافق ژنو شد. آقای ظریف روز شنبه خبر داده بود که مذاکرات گام نهایی در بهمن ماه از سر گرفته می شود ولی تاریخ دقیقی اعلام نکرده بود. خبرگزاری ایسنا خبر داده بود که راکتور آب سنگین عراق یکی از موضوعات اساسی در مذاکرات گام نهایی ایران و پنج به علاوه یک خواهد بود. بر اساس توافق ژنو که روز 24 نوامبر سال گذشته میان ایران و شش قدرت جهانی به دست آمد، ایران متعهد شده است که ساخت و ساز در تأسیسات عراق را متوقف کند. مدت زمان توافق موقت ژنو 6 ماه است و اجرای آن از 30 دی ماه کلید خورده است. بر اساس این توافق ایران باید غنی‌سازی بالای 5% اورانیوم را متوقف کرده و کشورهای غربی در مقابل متعهد شدند که ضمن کاهش تحریم‌های فعلی مجازات‌های جدید علیه ایران وضع نکنند. دو طرف توافق کرده بودند که در کوتاه‌ترین زمان مذاکرات برای گام نهایی و حل و فصل تمام ابهامات موجود در برنامه هسته‌ای تهران و راستی آزمایی اهداف صلح‌آمیز آن را آغاز کنند. زمان انجام مذاکرات برای گام نهایی یک ساله است و اجرای این گام نیز دوره زمانی مشخصی خواهد داشت که تا پایان مذاکرات این دوره زمانی معلوم نیست. ایران پیش از این اعلام کرده بود که با 5 به علاوه 1 در مقرهای اصلی سازمان ملل که شامل نیویورک، ژنو و وین می شود مذاکره می کند. شورای عالی نیروهای مسلح مصر به ژنرال عبدالفتاح سیسی وزیر دفاع فرمانده کل قوا که از پریروز به مرتبه مشیری یا فیلد مارشالی یا ارتشبودی رسید گفته است که شرکت او در انتخابات ریاست جمهوری یک وظیفه ملی است. از مدت ها پیش صحبت بود که ژنرال سیسی در انتخابات ریاست جمهوری آینده نامزدی خود را اعلام خواهد کرد. مسئله این است که او با بالاترین درجه نظامی از ارتش خارج می شود، لباس غیر نظامی می پوشد و در انتخابات شرکت می کند. حتما رقبایی هم دارد، اما رقیبان اصلی او مثل احمد شفیق گفتند اگر او نامزد شود وارد این معرکه نخواهند شد. این بار رویارویی بین اخوان المسلمین و یک آدم سکولار مثل احمد شفیق نیست. این بار سیسی است که در بین مردم محبوبیت بسیاری کسب کرده است. او بود که به آرزوی 30 میلیون مصری جامعه عمل پوشاند و با برکنار کردن محمد مرسی رئیس جمهوری اخوان المسلمین کشور را البته در بحرانی گرفتار کرد که خود او میتواند به آن خاتمه دهد. اخوان المسلمین دست از بازی خونین خود بر نداشتند. آنها نیروهای سلفی تندرو را که در واقع یار تودلیشان هستند به میدان روانه کردند. بمب‌گذاری در برابر پلیس قاهره، کشتن
نظامیان در منطقه سینا و در نقاط دیگر مصر، از جمله برکات رویارویی اخوان المسلمینی بود که بعد از 70 سال قدرت را به دست آوردند، اما چنان غرق در قدرت شدند که فراموششان شد. وعده هایی نیز به مردم دادند. به هر روی عبدالفتاح سیسی، جنرالی که شاید تا یک سال قبل ناشناخته بود و زمانی که از سوی آقای مرسی به وزارت دفاع و فرماندهی کل قوا منصوب شد به جای جنرال طنطاوی، همه گمان بردند که او یک اخوان المسلمینی است که لباس نظامی بر تن دارد. اما سیسی نشان داد که به سوگند سربازی خود وفادار است. مصر برای او فراتر از هر چیز است و امنیت و آرامش و پیشرفت مردم مصر نیست در چشم او یک وظیفه مقدس است. حالا شورای عالی نظامی میگوید بسیار خوب، الان وظیفه مقدس شما شرکت در انتخابات است. شاید رقبایی هم مثل آقای همدین صباحی یا آقای دکتر ابوالفتوح سعی کنند با او رقابتی بکنند، ولی همه میدانند محبوبیت سیسی آنقدر بالاست که حتما در دور اول به ریاست جمهوری انتخاب خواهد شد. مصریان در یکی دو روز آینده منتظر شنیدن خبر خوش هستند. در خبر دیگری باز از عملکرد اخوان المسلمین، رسانه‌های مصر گزارش دادند سرلشکر محمد سعید، مدیر فنی دفتر وزیر کشور، به دست افراد ناشناسی در استان جیزه کشته شده است. بنا به گزارش رسانه مصری، افراد مسلح ناشناس در نزدیکی منزل محمد ابراهیم کمین کرده بودند و با مشاهده او به رویش آتش گشودند. حادثه ترور محمد سعید، مدیر فنی دفتر وزیر کشور، همزمان با آغاز محاکمه محمد مرسی انجام گرفته است و در مصر انتظار می رود که اخوان المسلمین و وابستگانشان دست به اعمال تروریستی گسترده تری بزنند. حال سری به ترکیه بزنیم. ترکیه ای که آقای رجب طیب اردوغان 2 ماهه بسیار سختی را پشت سر گذاشته است. وقتی فساد بیرون می ریزد و آقایی که خود را پاکترین نخست وزیر جهان می دانست به نوعی رسوا می شود، البته درد سرها زیاد است. می توانی قاضی را عوض کنی، رئیس پلیس را عوض کنی، اما مطبوعات به هر حال سر از قضیه در می آورد. حالا آقای رجب طیب اردوغان می خواهد به تهران برود. بیا سوت دلان گرد همایی. نخستین سفرش به ایران پس از روی کار آمدن دولت آقای حسن روحانی و قرار است او با روحانی و مقامات جمهوری اسلامی گفتگو کند در رابطه با بهبود روابط دو کشور که مدتی مسئله سوریه روی آن سایه انداخته بود، گسترش روابط تجارتی و بررسی مسائل منطقه، یعنی مسئله سوریه. هر دو کشور به ویژه پس از کاهش سطح تحریم‌های بین‌المللی علاقه‌مندند که روابط اقتصادی خود را گسترش دهند. گزارشی داریم از مهستان بختیاری از ترکیه که توجه شما را به اون جلب می‌کند. سفر آقای رجب طیب اردوغان به تهران در شرایط کنونی از جهات مختلفی برای هر دو کشور حائز اهمیت هستش. موضع‌گیری های اخیر دولت آقای رجب طیب اردوغان در قبال سوریه و مصر آنگونه که باید نتونسته نتایج مورد انتظار آنکارا رو به همراه داشته باشه، به ویژه در مورد سوریه با توجه به پرداختن هزینه های بسیار و تبعات خاصی که برای این کشور در منطقه داشته، روند تحولات کنونی سوریه به سمت و سوی نیست که چندان باب میل آقای اردوغان باشه. در مورد مصر هم وضعیت چندان بهتر نیست. امروز آقای اردوغان یکی از بزرگترین متحدان و دوستان خودش در منطقه، یعنی آقای محمد مرسی رو بر سکوی قدرت نمیبینه. به نظر میرسه تا حدودی موفقیت های گذشته ترکیه در عرصه سیاست های منطقه‌ای در این یکی دو سال کم رنگ شده. نزدیکی ترکیه با ایران در شرایط کنونی هم از بعد منطقه‌ای و استراتژیک و هم از بعد اقتصادی حائز اهمیت هستش. مشخصا از بعد منطقه‌ای در مورد مسائل سوریه ترکیه امید داره که دست کم اگر جمهوری اسلامی ایران موضع خودش رو در قبال سوریه تغییر نمیده، تا حدودی این موضع رو تعدیل بکنه. شاید از این راه و اختلاف بزرگ دو کشور بر سر مسئله سوریه تا حدودی کم رنگ میشه. مسائل اقتصادی هم طبیعتا در این زمینه بسیار مهم هستش در زمینه روابط دو کشور.
به ویژه تحریم های اعمال شده بر علیه ایران در چند سال گذشته چندان خوشایند سرمایه گذاران ترک نبوده. دست خود دولت ترکیه هم در این زمینه بسته بوده برای گسترش روابط تجاری خودش با ایران. میبینیم در اولین در واقع توافق ها و اندک توافق هایی که در ژنو بر سر برنامه هسته ایران به وجود میاد، ترکیه جزو اولین کشورهایی هستش که از این موضوع استقبال میکنه. آقای داوودوغلو هم بلافاصله در سفر به تهران از برنامه بلند اقتصادی کشور خودش برای توسعه روابط تجاری با ایران تا سطح و سقف 30 میلیارد دلار هم صحبت میکنه. بنابراین سفر آقای رجب طیب اردوغان به تهران هولوش همین دو محور، یعنی مسائل منطقه و سوریه و گسترش روابط تجاری خواهد بود. در همین مقیاس بهبود روابط با ترکیه برای جمهوری اسلامی ایران هم بسیار حائز اهمیت هستش، به ویژه با وجود تحریم ها. بهبود روابط با ترکیه تا حدودی میتونه فشار ناشی از تحریم ها رو قابل تحمل تر هم بکنه. با وجود همه اینها، آنطور که بخش مطبوعاتی دفتر نخست وزیری ترکیه گفته، آقای اردوغان در سفر دو روزه خودش به تهران دیدارهایی رو خواهد داشت با آیت الله خامنه ای رهبر حکومت اسلامی، همطور آقای حسن روحانی و آقای محمد جواد ظریف، و حلوش همین مسائل بحث و گفتگو خواهند کرد. انتظار هم میره اونگونه که برخی رسانه‌های ترکیه گفتن یک توافقنامه مشترک استراتژیک بین دو کشور به امضا برسه. باید ببینیم در یک روز آینده در این زمینه چه اتفاقی خواهد افتاد. در ژنو، ژنو دو ادامه دارد. مهم نیست که حریفان با چهره‌های دژم و غضبناک خارج می‌شوند، اما در آنجا زیر یک سقف نشستند. آقای اخضر ابراهیمی تلاش میکند زبان مشترکی برای آنها پیدا کند. کمک رسانی به اردوگاه یرموک در دمشق، کمک به مردم حمص، کمک به اهالی حلب. نمایندگان رژیم سوریه اجازه ندارند و زیر بار نمیروند. آنها صحبت از مبارزه با تروریسم میکنند. آقای اخضر ابراهیمی میگوید فقط گام کوچکی برای حل مسئله سوریه برداشته شد، گامی برای کمک کردن به مردم، اما میگوید در این حال برگزاری چنین کنفرانسی یک امر مهم است. آقای ابراهیمی به گزارش رویتر دوشنبه شب در نشست خبری در سوئیس ضمن انتقاد از اظهارات رسانه‌ای دو هیئت مخالف و موافق دولت سوریه درباره جزئیات مذاکرات ژنو دو گفته بود که دو طرف باید به محرمانه بودن این مذاکرات احترام بگذارند. ابراهیمی میگوید متاسفانه هیچ توافقی بر سر آتش بس و یا کاهش سطح درگیری ها حاصل نشده. امروز شنبه به گفته ابراهیمی درباره بخش های اساسی بیانیه کنفرانس ژنو یک بحث و گفتگو میکنند. به این معنا کنفرانس ژنو یک محورش بر این بود که دولت موقت انتقالی با قدرت کامل تشکیل شه. طبیعی است بشار زیر بار چنین دولتی نمیره، ولی به هر حال گزیری هم نداره. در نهایت کنفرانس ژنو بر پایه کنفرانس ژنو یک، ژنو دو تشکیل شده و باید به این هدف دست پیدا کنه. اپوزیسیون هم در این زمینه مصر. ایالات متحده، بریتانیا، فرانسه کشورهایی هستند که حمایت میکنن از اپوزیسیون، همینطور کشورهای عربی مثل عربستان سعودی، مثل امارات، مثل کویت، مثل بحرین. اینها از اپوزیسیون ملی و ارتش آزاد حمایت میکنند، در حالی که قطری ها، دولت کوچک قطر، از سلفی ها حمایت میکنند. در تونس منظره شادی آوری همه ما مشاهده کردیم. پارلمان با 200 رأی از 216 رأی قانون اساسی رو تصویب کرد، قانون اساسی که مترقی ترینه در جهان عرب، شاید به خاطر اینکه اساسش همون قانون اساسی بورقیبه است، قانون اساسی 59. این اولین قانون اساسی تونس بعد از سقوط زین العابدین بن علی خواهد بود. 3 سال پیش بن علی در پی اعتراضات مردمی کشورش رو ترک کرد. به گفته تحلیلگران مسائل تونس، سیاستمداران تونس امیدوارند تصویب این قانون اساسی پیامی از ثبات را بعد از چند ماه رویارویی اسلامگرایان و سکولارها تنظیم کنه. متن قانون اساسی حق آزادی عبادت را به رسمیت میشناسد، یعنی بیدین، دیندار، پیروان هر مذهبی با یکدیگر برابرند. دین اسلام دین رسمی است، اما کسی به دلیل یهودی بودن
منع نشده که مقام رسمی بگیرد، برخلاف جمهوری اسلامی که حتی فرد سنی نمیتواند مدیر یک بانک شود. در تونس اما یک بیدین هم میتواند نخست وزیر شود. چهره راشد القنوشی دیدنی بود. وقتی میگفت دیدید، در حالی که همه به دنبال درگیری بودند، ما با تفاهم نشستیم و قانون اساسی را حل کردیم. دولت جدید نیست، تشکیل شد که یک دولت تکنوکرات است و قرار است انتخابات را برگزار کند. آقای قنوشی البته توضیح نداد ریشه عمیق جامعه مدنی در تونس، حضور زنان در سطح جامعه، کارگرانی که در اتحادیه شغل جمع شدند و همه اینها دستاوردهای دوران بورقیبه است، اجازه نداد تا بر سر تونس چادر کنند. او میخواست خلافت اسلامی شبیه ایران برپا کند اما نتوانست. به ملت تونس باید تبریک و درود گفت. در افغانستان ببینیم چه خبره. فرمانده ناتو به رئیس جمهوری افغانستان در خصوص تأخیر در امضای پیمان امنیتی با امریکا و استقرار نیروهای خارجی در این کشور پس از سال 2014 که آقای اوباما میخواد به سرعت فرار کنه از افغانستان هشدار داد. اندرسون راسموسن فرمانده ناتو تأکید کرده حامد کرزای رئیس جمهوری افغانستان نباید تأثیرات منفی تأخیر در امضای قرارداد امنیتی با امریکا را دست کم بگیرد، چرا که عدم امضای قرارداد امنیتی با امریکا تأثیرات منفی زیادی بر افغانستان خواهد داشت. گفتنی است در صورت عدم امضای پیمان امنیتی کلیه نیروهای خارجی باید از افغانستان از ابتدای سال 2015 میلادی بیرون روند. نکته جالبی که در این زمینه باید بهتون بگم، آقای کرزای بعد از اینکه اختلاف پیدا کرد با دولت امریکا بر سر امضای قرارداد به تهران رفت. در آنجا وعده گرفت از جمهوری اسلامی که از نامزدی عبدالقیوم کرزای برادرش حمایت کنه و در مقابل آقای کرزای موافقت نامه رو امضا نکنه و بگذارد تا برادرش بیاد و یک موافقت نامه با جمهوری اسلامی امضا کنه. البته همه اینا از چشم دیگر رقیبان دور نبود و دیدیم که آقای عبدالله عبدالله و شماری دیگری از رقبا از جمله حتی آقای عبدالرب رسول سیاف، ایشان هم از کرزای انتقاد کردند، چون لوی جرگه بزرگ این توافقنامه آمریکا و افغانستان رو تصویب کرد. در تهران اعضای بنیاد متنفذین یا ریش سفیدها به سرپرستی کوفی انان با اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام و آقای دکتر ظریف وزیر خارجه دیدار کرد. هاشمی رفسنجانی خب انان رو میشناسه، بعضی دیگر از اعضا رو میدونید که این مجمع رو آقای دزموند توتو که یک اسقف آفریقای جنوبی است و نقش مؤثری در استقلال آفریقای جنوبی داشت، به همراه نلسون ماندلا، آقای کوفی انان و شخصیت‌های دیگری در سطح جهان که به دوران پیری رسیدند، رئیس جمهوری اسبق ایرلند که فعالیت‌های بسیاری در زمینه حقوق بشر داشت و نخستین رئیس جمهوری بانوی این کشور، همه اینها در این مجمع جمعند، میرن ریش‌سفیدی می‌کنن که مشکلات جهان رو حل کنند. هاشمی در دیدار با این گروه با اشاره به وقایع خونین در خاورمیانه گفت نقش استبداد و استعمار در این اتفاقات برجسته است. شگفتا رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظامی که دو تن از پای گزارانش در حصر هستند، 5 ساله از کشورهای استعمار زده و استبداد زده انتقاد می کند. کجای جهان بیش از ایران استبداد زده است؟ آنم استبدادی که بند نافش به آسمان وصله. آقای ظریف در دیدار با کوفی انان با اشاره به اوضاع سوریه گفت باید کمک کرد تا جنگ و خونریزی در سوریه متوقف شد. و البته ایشون توضیح نداد که اولین کمک بیرون کشیدن نیروهای جمهوری اسلامی و حزب الله و جنگجویان شیعه عراقی است. اعضای بنیاد ریش سفیدها یا صاحب نفوذان به سرپرستی کوفی انان یک شنبه وارد تهران شد. گزارش رو در این زمینه داریم که توجه شما رو به اون جلب. اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در دیدار با کوفی انان جهان عاری از خشونت را یک اصل انسانی خواند و گفت
از شخصیت‌های متنفذ برای ملل مختلف همین انتظار می‌رود که از ظرفیت‌های شخصیتی خود برای کم کردن خشونت میان انسان‌ها استفاده کنند. آقای رفسنجانی با اشاره به اتفاقات خونین در نقاط مختلف جهان به خصوص در منطقه خاورمیانه گفت نقش استبداد و استعمار در این اتفاقات برجسته است که اول با ظلم انسانها را به سطوح در می آوردند و سپس با فریبکاری آنها را به جان هم می اندازند. در همین راستا اعضای بنیاد متنفذین به سرپرستی کوفی انان دبیر کل سابق سازمان ملل متحد در تهران با محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران هم دیدار و گفتگو کردند. محمد جواد ظریف در این دیدار ضمن تشریح سیاست‌های خارجی دولت 11 گفت ایران آماده است با کشورهای مختلف همکاری‌های نزدیکتری داشته باشد و همچنین با اشاره به اوضاع سوریه بر ضرورت کمک به توقف جنگ و خونریزی رسیدن به راه حل سیاسی سوری بسیج کمک‌های انسان دوستانه و مقابله با افراط‌گرایی تاکید کرد. بر اساس گزارش خبرگزاری‌ها، ترویج و رشد افراطی‌گری و فرقه‌گرایی در منطقه و مخاطرات آن بر زندگی و امنیت مردم منطقه از دیگر محورهای مطروحه در این مذاکرات بود و طرفین بر ضرورت تلاش جمعی برای مقابله با این پدیده‌های شوم و توقف جنگ و خونریزی تاکید کردند. هیئت بنیاد متنفذین که به تهران سفر کرده شامل کوفی انان دبیر کل سابق سازمان ملل متحد، مارتی آهاتیساری رئیس جمهور پیشین فنلاند و برنده جایزه صلح نوبل، اسقف دزموند توتو اسقف اعظم آفریقای جنوبی و ارنستو زدیلو رئیس جمهور پیشین مکزیک است. نلسون ماندلا رئیس جمهور فقید آفریقای جنوبی در سال 2007 گروه متنفذین را تشکیل داد و از اعضای آن خواست تا حقیقت را از طرف ضعفا به قدرتمندان بگویند و صدای فقرا باشند. اعضای این گروه از زمان تأسیس تاکنون برای التیام بخشیدن به شماری از زخم‌های بین‌المللی و ایجاد صلح در بسیاری از کشورهای جهان چون سودان، شبه جزیره کره، کنیا و فلسطین تلاش کردند. مطمئن باشید من به جای شما سازنده این پکیج رو توبیخ میکنم، چون آدم میگه دزموند توتو و عکس نلسون ماندلا رو نشون بده یا بگه دزموند توتو عکس کوفی انان رو نشون بده، بسیار جالبه. بنده تنبیه خواهم کرد. البته تنبیه به ما از این حرفا نداریم، تنبیه ما ریالیست، در اینجا پاوندی. سازمان اسناد انقلاب اسلامی در قالب کتابی با عنوان صخره سخت به طور رسمی انتشار اسناد امنیتی جمهوری اسلامی را آغاز کرد. فقط من فکر میکنم یک قسمتی باید یک پرانتز باز کنن. اسناد زمان حیدر مصلحی 208 جمهوری اسلامی که روزی 5 سند بیرون میداد، درباره خود بندم یه سند داد که کلی ما خندیدیم. به گزارش روابط عمومی مرکز اسناد انقلاب اسلامی در این کتاب 600 سند امنیتی جمهوری اسلامی مربوط به سالهای 57 تا 59 منتشر شده است. روح الله حسینیان رو که میشناسید، همان خسرو خوبان، ایشان ریاست مرکز رو به عهده دارن و معلومه که اسناد خوبان رو کنار میگذارن. هدف از انتشار این اسناد رو رژیم ترسیم فضا و شرایط به وجود آمدن نهادهای امنیتی انقلاب و چگونگی عملکرد آنها در آن شرایط دشوار تاریکی اعلام کرده است. جالبه براتون بگم شرایطی که دسته دسته بچه های ما رو می بردن با محاکمات 1 دقیقه، آقای لاجوردی، آقای ری شهری، آقای محمدی گیلانی و دیگر قضات جمهوری اسلامی حکم اعدام صادر می کردن و دسته دسته آنها را تیرباران کردن یا به دار کشیدن. وبسایت های اصلاح طلب هنوز باقی است، چیزی از اصلاحات، از تشدید فشارهای امنیتی در دانشگاه بوعلی سینا و احضار دانشجویان به کمیته انضباطی خبر داده و نوشته. خیلی عجیبه، این دانشگاه بوعلی سینا یه جای ویژه است. سعید امامی برای اولین بار در این دانشگاه ظاهر شد و برای دانشجویان صحبت کرد و دروغهایی رو در پی هم از زنده یاد سعیدی سیرجانی آورد. دانشگاه پس از انتخابات 24 خرداد و رأی مردم به دولت اعتدال
انتظار داشتند که با طرد رویکرد امنیتی در دانشگاه بوعلی سینا دانشگاه به سمت توسعه سیاسی و فرهنگی حرکت کنه. به نوشته این سایت ها، این در حالی است که در روزهای گذشته حراست دانشگاه بوعلی سینا نه تنها تغییراتی همسو با دولت را نپذیرفته، بلکه رویکرد امنیتی و رفتارهای غیر قانونی خود را نیز افزایش داده است. حالا ببینیم در عرصه اقتصاد چه خبره. بانک مرکزی اطلاعیه داده و هر گونه همکاری بابک زنجانی با بانک مرکزی در زمان ریاست های دکتر نوربخش، مرحوم دکتر نوربخش، رو رد کرد. این تکذیبی در پی آن است که بابک زنجانی در گفتگوی با هفته نامه آسمان ادعا کرده بود در دوران سربازی راننده رئیس وقت بانک مرکزی نوربخش بودم. چه خوب، در آن زمان هم توانستم به کشورم کمک کنم. روزانه 20 میلیون دلار را می بردم بیرون، در بازار می فروختم تا قیمت ارز در بازار نوسان نداشته باشم. او در همین گفتگو از درآمد 17 میلیون تومانیش از این راه حرف زده بود. چه خوب آدم سرباز باشه روزی 17 میلیون تومان درآمد داشته باشه. این اتفاقی که برایم رقم خورد واقعا اتفاق بود. بابک زنجانی 9 دی ماه به اتهام بدهی 8.2 میلیارد دلاری به وزارت نفت بازداشت و به سلول انفرادی در اوین منتقل شد. البته بعضی هم گفتن 2 میلیارد دلار بدهکار، دیگران میگوین 9 میلیارد در ایران سرمایه داره. از سوی دیگر حسن بقایی معاون گمرک ایران از سقوط 95 پله‌ای این سازمان در رتبه بندی جهانی خبر داد و گفت گمرک ایران در حال حاضر در رتبه بالاتر از 100 قرار دارد. به گزارش تسنیم، آقای بقایی در جمع خبرنگاران گفته در سال 1384 جایگاه گمرک ایران در جهان رتبه 5 بوده است. آقای ناصر سودانی نماینده مردم اهواز و عضو کمیسیون انرژی مجلس در گفتگو با خبرگزاری مهر با بیان اینکه باید از صنعت پتروشیمی حمایت کنیم گفت سوء استفاده هایی نیز توسط بخش خصوصی در این مسیر صورت گرفته و منابع ملی بیشتر از طریق یارانه هایی که پرداخته می شود بعضن در حلقوم افرادی قرار گرفته که سودهای بسیار کلانی به دست آوردن. عضو کمیسیون انرژی مجلس تصریح می کند متاسفانه این افراد به جای آنکه این سودها را در اختیار کشورمان قرار دهند، آن را به ارز تبدیل می کنند و یا در معاملات خاصی به کار می برند. در برخی موارد حتی از کشور خارج می کنند و در واقع سر صنعت پتروشیمی کلاه می گذارند. البته ایشون اشاره نکرد که بخش دولتی و روحانیت بیش از بخش خصوصی سر صنایع پتروشیمی رو مثل دیگر صنایع کلاه می‌گذارند. همکنون آیت الله ناصر ابوالمکارم شیرازی به سلطان شکر ایران معروف است و در صنعت پتروشیمی نیز دست‌های بسیاری از آقازاده‌ها دیده می‌شوند. آقای علی ایرانپور نماینده دیگر مجلس عضو کمیسیون کشاورزی و آب و منابع طبیعی گفته در چند ماه گذشته کشور شاهد واردات گوشت قرمز آلوده به رادیواکتیو از اوکراین بوده است و در حال حاضر هم شاهد واردات دام زنده از ارمنستان است. در پی نگرانی ها از ورود گوشت آلوده از اوکراین، مسئولان سازمان دامپزشکی کشور در ابتدا واردات گوشت قرمز از اوکراین را تکذیب کردند، اما پس از پیگیری های انجام شده یکی از مسئولان سازمان دامپزشکی گفت مقداری گوشت قرمز از اوکراین وارد شده، اما این گوشت‌ها وارد بازار نشده و به محض ورود به کشور برای آزمایش تحویل سازمان انرژی اتمی داده شده. گوشت و انرژی اتمی، اینم از برکات ولایت فقیه است. در حالی که خبرگزاری‌های ایران اعلام کردند که بازرگانان، شرکت‌ها و صاحبان صنایع پس از توافق هسته‌ای و تعدیل بخشی از تحریم‌ها علاقمند و آماده تجارت با ایران شدند و سر و دست می شکنند، رئیس دایره تحریم های وزارت خزانه داری آمریکا با بیان اینکه هنوز تحریم های زیادی علیه جمهوری اسلامی به قوت خود باقی است، به شرکت های علاقمند تجارت با ایران گفتند در این زمینه کمی صبر کنید، حرارت به خرج ندهید. توجه شما را به گزارشی جلب می کنم.
بدرود میگویم با شما و بعد از گزارشم به ادامه برنامه های ما از جمله بررسی مطبوعات توجه فرمایید. بدرود. دیوید کوهن رئیس دایره تحریم‌های وزارت خزانه‌داری آمریکا با بیان اینکه هنوز تحریم‌های زیادی علیه جمهوری اسلامی به قوت خود باقی است، به شرکت‌های علاقه‌مند تجارت با ایران گفت که در این زمینه دست نگه دارند. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، دیوید کوهن که برای بحث بر سر جزئیات مرتبط با اجرای توافق هسته‌ای ایران و 5+1 در ژنو رهسپار ترکیه شده، این مطلب را در آنکارا بیان کرده است. ترکیه از کشورهایی است که خواستار گسترش روابط تجاری با ایران است و امارات متحده عربی که مقصد بعدی سفر این هفته دیوید کوهن است نیز در زمره همین کشورها قرار می‌گیرد. به نوشته آسوشیتد پرس، آقای کوهن در آنکارا تاکید کرده که راه کسب و کار در ایران هنوز باز نیست. شرکت‌هایی که علاقمند به کار با ایران هستند واقعاً باید دست نگه دارند. وی افزود ممکن است روزی بیاید که ایران برای انجام کسب و کار آزاد شود، اما آن روز هنوز فرا نرسیده است. معاون وزارت خزانه داری آمریکا در ادامه گفت ما به دنبال امکان دستیابی به یک راه حل درازمدت و فراگیر با ایرانی ها هستیم که در چارچوب آن ایران نشان دهد قصدش از ادامه برنامه هسته‌ای صرفاً برای مقاصد صلح‌آمیز است. ایران میگوید که بازرگانان، شرکت ها و صاحبان صنایع پس از توافق هسته‌ای و تعدیل بخشی از تحریم ها علاقمند و آماده تجارت با ایران شدند. خبرگزاری جمهوری اسلامی ایرنا ضمن اعلام اینکه بسیاری از شرکت‌های جهانی خواستار تجارت با ایران شدند، به عنوان نمونه از ایتالیا نام برده و نوشته است صاحبان صنایع ایتالیا پس از توافق هسته‌ای در پی جبران مبادلات تجاری قبل از تحریمات با ایران هستند. بر اساس گزارش این خبرگزاری، مبادلات تجاری میان ایتالیا و ایران تا قبل از به اجرا گذاشته شدن تحریمات به حدود 7 میلیارد دلار در سال می‌رسید که از این مقدار 5 میلیارد دلار مربوط به صادرات ایران به ایتالیا و مابقی مربوط به صادرات ایتالیا به ایران بود. اما پس از به اجرا گذاشته شدن تحریم‌ها، مبادلات تجاری میان دو کشور به 800 هزار دلار رسید. شرکت‌های ایتالیایی فعال‌تر در ایران بیشتر در بخش‌های پتروشیمی، ساختاری، مبلمان و صنایع غذایی فعالیت کرده و پس از تعدیل تحریم‌ها می‌توانند فعالیت‌های گذشته را جبران کنند و حتی شرکت‌های بیمه نیز از این مهم بی بهره نخواهند ماند. به نوشته ایرنا، وزارت خارجه ایتالیا نیز اخیراً فهرستی از تعدیل تحریم‌ها را در پایگاه اینترنتی خود منتشر کرد تا صاحبان صنایع و بازرگانان ایتالیایی با مراجعه به آن اطلاعات لازم را برای کار با ایران کسب کنند. ایالات متحده آمریکا و اروپا بر اساس توافقنامه‌ای که 3 آذر ماه در ژنو امضا شده، از هفته گذشته در ازای کاهش سطح غنی‌سازی اورانیوم توسط ایران بخشی از تحریم‌های خود علیه تهران را لغو کردند. در پی این تحولات، حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در جریان سفر به نشست اقتصادی داووس سوئیس، دعوت از سرمایه‌گذاران خارجی را در دستور کار خود قرار داد و با مدیران تعدادی از غول‌های نفتی جهان نیز دیدار کرد. این دعوت حسن روحانی در حالی است که دیوید کوهن روز 4 بهمن با بیان اینکه بخش بزرگی از سیستم بانک ایران هنوز تحت تحریم است، به شرکت‌های خارجی در مورد اثرگیری همکاری اقتصادی با جمهوری اسلامی هشدار داده بود.